دوازدهم بهمن 1357 تهران. پس از فرار شاه، ملت انقلابی منتظر بازگشت امام خمینی بودند. برای مردم آمدن امام پیروزی بزرگی بود و برای تشکیل حکومت اسلامی حضور ایشان را الزامی می دانستند. فرودگاه مهرآباد آماده استقبال از پرواز انقلاب بود. روزنامه های عصر 11 بهمن خبر دادند امام فردا در تهران است. هزاران نفر از دیگر شهرها به تهران آمده بودند. لحظه تاریخی فرا رسید. بلندگوها در شهر خبر دادند هواپیمای ایر فرانس حامل امام به تهران نزدیک می شود. فرستنده تلویزیون لحظه ورود ایشان را به صورت مستقیم به نمایش گذاشت. این لحظه بسیار غرورانگیز جلوه می کرد. فرودگاه مستقیما به بهشت زهرا رفتند و برای مردم سخنرانی کرد. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در قانونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی نیست، خودش علاوه بر اون غیر قانونی نیست، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی نیست، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی نیست و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول داره. بهمن 1357 تهران. حضرت امام در پیامی به ملت دستور شکستن حکومت نظامی و حضور در خیابان ها را صادر نمودند. تهران صحنه درگیری های شدید مسلحانه بین مردم و باقی ماندگی ارتشیان بود. اعتصابات در بخش های مختلف ارتش و تاب نیاوردن ارتش در برابر مردم سبب شد تا عصر همین روز ارتش اعدام بی‌طرفی کند و تسلیم نیروهای مردمی انقلاب شد.
23 بهمن 1357 تهران. خبر شکست آخرین بازمانده های رژیم سلطنتی پهلوی سر تیتر تمام روزنامه ها و در صدر اخبار تمامی شبکه های تلویزیونی و تلیکس خبرگزاری های جهان قرار گرفت. رابرت هیگر، NBC نیوز، تهران. و هرچه همبسته تر با شما ملت مبارز ایران. هم‌میهنان، کارکنان اعتصابی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، همپای ملت و همگام با ملت، برای درهم شکستن آخرین دژهای استبداد مبارزه می‌کنند و امروز به همت مردم و در اوج خروش ملت توانستند به خانه خود راه یابند. آخرین پسمانده های رادیو تلویزیون استبداد صبح امروز فرار کردند. در آغاز و پیش از هر حرفی، کارکنان اعتصابی درودهای خود را نثار روان پاک مردان و زنان شهیدی می کنند که به ما و به همه هم میهنان کمک کردند تا در فضای آزادی نفس بکشیم. لحاظا از شما میخواهم که اولا مانع آشوب و هرجمرج بشوید و نگذارید آشوبگران مغرض عملیاتی از قبیل غارت، آتش سوزی، مجازات متهمان و از بین بردن آثار علمی و فنی و صنعتی و هنری و اطلاف اموال عمومی و خصوصی را دست بزنند. دشمن برای خراب کردن چهره نهضت از طریق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در میان توده مسلمان دست به چنین کارها میزند تا نهضت ما را ارتجاعی و وحشیانه قلمداد نماید. من اکیداً اعلام می کنم که هر کس دست به چنین عملیاتی بزند از جامعه انقلابی ملت مطرود و در پیشگاه خداوند متعال مسئول است. 24 بهمن 1357 تهران. اعضای کابینه دولت موقت آقای بازرگان که به تایید شورای انقلاب رسیده و به حضرت امام معرفی شده بودند در ساختمان نخست وزیری مستقر شدند. در همین روز آقای بازرگان سردشکر ولی الله قرنی را به سمت اولین رئیس ستاد ارتش انقلاب اسلامی منصوب کرد. هشت بهمن 1357 تهران. با انتشار فرمان امام خمینی به جهت پایان گرفتن اعتصاب‌های عمومی، شهرهای ایران چهره عادی خود را باز یافته و ادارات و سازمان‌های دولتی در نظام جدید به حالت عادی بازگشتند. با شروع صبح بانک‌ها پس از 4 ماه اعتصاب فعالیت خود را آغاز کردند. بازار بزرگ تهران هم پس از ماه‌ها آغاز به کار کرد. کسبه و تجار مغازه‌های خود را گشودند و میان مردم گل و شیرینی پخش کردند. کمیته‌های انقلاب که با پیروزی انقلاب و به فرمان امام از میان داوطلبین مردمی تشکیل شده بود، نقش مهمی در برقراری نظم ایفا می‌کردند. همکاری با شهربانی‌ها و کلانتری‌ها، حفاظت از اماکن مهم دولتی، دستگیری عوامل بازمانده رژیم گذشته و برقراری ایست بازرسی های خیابانی از جمله وظایف کمیته ها به شمار می‌رود.